Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm going to give this presentation in Persian because I have two presentations. I thought it would be fair to give one in Persian and one in English. And the second one would be tomorrow in English. Anyhow, my slides are in English. I hope our German colleagues can follow up. By the way, the slides are available on my ResearchGate website if you are interested. I'm going to very briefly introduce the contributions of geoscience to archaeometry and give very short examples from Iran and elsewhere. So, من اگر به فارسی بگم اول سعی کردم که علوم زمین رو خیلی کوتاه توضیح بدم. علوم زمین در حقیقت تمام علومی هستند که میپردازن به مطالعه سیاره زمین، حال و گذشته سیاره زمین و سیستم های طبیعی که بر اون در حقیقت مستولی هستن در مقیاس های مختلف. علوم زمین به معنی فقط مطالعه سنگ ها نیست. حالا خیلی کوتاه اینجا اگه توضیح بدیم، همطور که عرض کردم در مقیاس های مختلف، یعنی از مقیاس سیارات، منظومه شمسی، شخانه ها، صاف سنگ ها، مقیاس های لایه های درونی زمین، کوهستان ها، تا مقیاس های میکروسکوپی و حتی نانو امروز علوم زمین کار میکنه و همینطور اینها مقیاس های مکانی هستن. همینطور در مقیاس زمان علوم زمین زمان زمینشناسی رو در نظر میگیره. علوم زمین در ارتباط نزدیک با سایر علوم طبیعی و گاهی علوم مهندسی هست، از جمله شیمی، فیزیک، نجوم و علوم زیستی. این به این معنی اینطوری نیست که فقط علوم زمین از دستاوردهای علوم دیگه استفاده کنه، بلکه مطالعه روی علوم زمین اتفاقا گاهی به علوم دیگه کمک میکنه و بر این اساس، بر اساس اینکه چقدر با علوم دیگه این زمین، علوم زمین، شاخه های علوم زمین مرتبط باشن، اونها رو تقسیم بندی کردن به انواع کارشناسی، پتروگلوژی و علوم دیگه که انتومولوژی میکنیم. چرا به علوم زمین نیاز داریم؟ به خاطر اینکه ما داریم روی زمین زندگی میکنیم و جایی رو که زندگی داریم روش میکنیم باید بهتر بشناسیم، تا اونجا که ممکنه از مواد مفیدش و در حقیقت بخشای مفیدش استفاده کنیم و در این حال تا اونجا که ممکنه از مضراتی که داره خودمون رو دور نگه داریم. که اینجا خیلی اگه کلی بخوایم این تقسیم بندی رو انجام بدیم، یکی منابع طبیعی هستن که امروزه از قدیم الایام به اینها وابسته بودیم. خیلی از اینها در حقیقت به اون قسمتی از زمین مربوط میشن که شاید بشه این طبیعت بیجان، مثل منابع فلزی، منابع انرژی، کانه ها و سنگ های صنعتی یا زمین مواد، منابع آب، خاک های بارور. همینطور برای اینکه از مخاطرات زمین در امان باشیم باید اون رو خوب بشناسیم، مثل مخاطراتی مثل زلزله، آتش فشان ها، زمین لرزه ها، گودال ها، بزرگ گودال ها، سیل و سونامی. و وقتی که تاریخچه زمین رو هم بدونیم باز سودهای بر ما داره. آب و هوای زمین رو بهتر میشناسیم و مواردی از این قبیل که به زندگی امروزمون کمک خواهد کرد. از طرف دیگه بیایم سر آرکیومتری یا باستان سنجی که تا امروز بعد از اینکه پروفسور هاکس این علم رو در حقیقت این علم میان رشته‌ای رو در حقیقت به نوعی معرفی کرد به صورت تدوین شده، این اسم رو براش گذاشت آرکیومتری. امروز گاهی به جای آرکیومتری آرکیولوژیکال ساینس رو به کار میبرن، یعنی علوم باستان شناسی. حالا توی تعریف هنوز هم اختلاف نظرهایی وجود داره. خود آرکیومتری معمولا مرتبط هست با علومی مثل ژئوشیمی، ژئوفیزیک، کانشناسی، پترولوژی، سنیابی یا سنسنجی و آرکیومتولوژی. ولی امروزه اگر علوم باستانشناسی رو در نظر بگیریم، بخش‌های بیشتری رو در بر خواهد گرفت، مثل جواب زمین باستانشناسی، بخش‌های دیگری از علوم زمین یعنی جومورفولوژی یا زمین ریخت‌شناسی، رسوب‌شناسی، خاک‌شناسی، مطالعات سنگ‌شناسی از دور و جی‌آی‌اس
و مطالعات ژئوتکنیکی که شامل زمین‌شناسی مهندسی و زمین‌شناسی زیست‌محیطی میشه. علاوه بر این مطالعات زیستی مرتبط با باستان‌شناسی رو هم جزء علوم باستان‌شناسی گروهی از محققان در نظر می‌گیرند. و هر حال آرکیومتری یک علم میان‌رشته‌ای هست که از علوم فراوان دیگه کمک می‌گیره، در عین اینکه به اونها هم کمک میده، به خصوص بیشتر ارتباط رو شاید با باستان شناسی داره. سوالاتی که آرکیومتری یا باستان سنجی میتونه به ما پاسخ بده، یک سریشون مرتبط با منشأ یا تعیین منشأ مواد یا یافته هایی هستن که در محبت های باستانی پیدا میشن. اینکه این ماده، این شی یا این ماده اولیه، ماده خام از کجا آمده، چه سنی داره. البته سن سنجی مختص علوم زمین نیست، مربوط به رشته های شیمی فیزیک میشه که البته کاربردهای فناوری در علوم زمین دارن. و اینکه فناوری به کار رفته در اون رو تا حدودی بتونیم بشناسیم با استفاده از مطالعاتی که با علوم زمین انجام میدیم، محیط هایی که این در حقیقت زندگی انسانی در اونها رخ داده رو تا حدودی بتونیم بشناسیم، از روی شواهد زمینی که وجود داره. و یک مطلب باز مهم شناخت مواد هست، موادی که استفاده شده در دوران باستان. بنابراین میتونیم به طور کلی در مورد شناخت مواد، باز با مواد خیلی متنوعی سر و کار داریم که بسیاری از اینها منشأ زمینی دارن، یعنی منشأ غیر زیستی دارن. به خصوص از این نظر اینها مهمند که اولا بخش مهمی از مواد خام اولیه باستانیان رو تشکیل میدادن، ثانیاً که اینها به دلیل غیر زیستی بودنشون امکان این که در حقیقت باقی بمونن تا امروز و ما اونها رو بتونیم مطالعه کنیم بیشتر بوده، مثل چی؟ سنگ ها و کانی ها، انواع کانی ها و آلیاژ ها، روز ها، خاک ها، خرده سنگ ها، آهک، که اینها باز کاربردهای بسیار متنوعی داشتن. مواد ساختنی مثل شیشه یا اینکه مواد حاصل از عملیات فناورانه بر روی موادی که ذکر کردیم، رنگونه ها، ساینده ها، نمک ها و مواد دیگه. اینجا حالا به عنوان مثال یک مردار سنگ یا در حقیقت گیتار رو ملاحظه می‌کنید که ماده باقی مونده از عملیات تولید باستانی نقره هست از سنگ سرب. خب این در حقیقت شناخت مواد رو ما با وسایل و ابزار مختلفی انجام میدیم که خیلی از اینها امروزه کاربرد مهمش رو در علوم زمین هست، مثل سنجش از دور، تهیه نقشه‌های زمین شناسی، کارهای ژئوفیزیکی، همینطور انواع مختلف کارهای میکروسکوپی از جمله میکروسکوپ پولاریزان و میکروسکوپ‌های الکترونی و همینطور انواع آنالیزهای شیمیایی، ژئوشیمیایی که شامل آنالیزهای عنصری میشه، روش‌های سنیابی میشه و روش‌های ایزوتوپی که کاربرد خیلی زیادی در علوم زمین دارن. فقط در این مورد من میل دارم که یک مثالی بیارم، اون هم از جلال الدین بلخی هست. البته یک داستانی از ایشون که ریشه داستان قدیمی‌تر است، صنایع غزنوی هم داستان به شکل دیگری گفته و ریشه‌اش در هند و آسیای جنوب شرقی. اون هم داستان فیل در خانه تاریک حتما شنیدید، یک توی یک روستای فیل رو قرار بیارن تا بیاد فیل برسه، حالا هندیان اینجا ذکر کرده، دیگه شب میشه، مردم یه گروهی از مردم خیلی کنجکاو بودن که ببینن این فیل چه شکلیه، نمیتونستن تا فردا که روشن میشه در حقیقت صبر کنن. این فیل رو هم در حقیقت توی یک اتاق تاریکی قرار داده بودن. هر چند نفر از این مردم هر کدوم از جایی از این اتاق وارد میشه و هر کدوم یک بخشی از بدن فیل رو لمس میکنه، البته فیل آرومی هم بوده، یکی خرطومش رو میگیره. بنابراین تصورش از فیل این هست که فیل یک حالت نامدون شکلی داره، یک کسی دیگه مثلا گوش فیل رو میگیره لمس میکنه، فکر تصورش از فیل این هست که یک بادبزن شکلی هست. و به همین ترتیب در حالی که اینا اگر با هم وقتی با هم صحبت میکنن میبینن که هر کدوم یک تصویر متفاوت و شاید و حتما نادرستی از فیل رو دارن، اگر کنار هم این تصویرشون رو کنار هم میچیدن شاید تصویری نزدیکتر به فیل واقعی پیدا میکردن. این رو عرض کردم به خاطر اینکه این روش هایی که گفته شد هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن پاسخگوی سوالات ما باشن و
چه بسا اگر به تنهایی یا یکی یا دو تا اونها رو استفاده کنیم راه غلطی رو به ما نشون بدن، ما رو به جهت اشتباهی ببرن. اینجا باز به عنوان یکی از کارهایی که توی در حقیقت آرگومنتی انجام میشه یک بخش آرگومنتولوژی رو آوردن که اینجا هم برای اینکه به یک تصویر نهایی درستری برسیم، اگر برسیم، باید از مطالعات مختلف استفاده کنیم. یعنی اولا مواد خام اگر قطعاتشون در سایت باقی مونده اونها رو مطالعه کنیم از نظر زمین شناسی، مواد باقی مانده از فرایند فلزکاری رو مطالعه کنیم مثل سرباره، مثل در حقیقت مردارسنگ یا همون لیتارش، فلزات یا محصولاتی رو که اینا تولید کردن مطالعه کنیم، به شواهد باستان شناسی مطمئن دقت کنیم، به مواد سرامیکی که مرتبط با اون کار فلزگری بودن حتما یا فلزکاری بودن حتما توجه کنیم، اینها رو مطالعه کنیم و همینطور از سری مطالعات منشأیابی استفاده کنیم، ایزوتوپی و مطالعات مختلف. همه اینا رو که کنار هم قرار دادیم ممکنه به یک تصویر صحیح‌تری از اون عمل واقعی که انجام شده برسیم. باز یه مثال از کاربرد کانی‌شناسی و پتروگرافی آوردن در شناخت سفال‌ها که اینجا حالا البته من را از دیگری وام گرفتم. اینجا مثالی که زده شده مثلا در یک همچین سایتی دو نوع سفال پیدا شده، سفال نوع B و سفال نوع A. بعد اینها رو اومدن پتروگرافی کردن، دیدن که هر کدوم کانی‌شناسی متفاوتی داره که متناسب با زمین‌شناسی یک منطقه متفاوته. این سفال A متناسب با این منطقه است، سفال B متناسب با این منطقه است. ما متوجه این متوجه میشن که به این شکل که این سفال‌ها از کجا، از یکیشون از نزدیک‌تر تولید شده و یکیش از بیرون به نوعی وارد شده. همین میتونه رهنمونی باشه بر ارتباطات باستان‌شناسی که احیاناً در اون زمان وجود داشته. یکی از چیزهای جالب این است که اینطوری نیست که حتما باستان سنجی از علوم دیگه فقط کمک بگیره، گاهی برعکسه، یعنی که باستان سنجی به علوم دیگه کمک میکنه. تا همین چند پیش ما نمیدونستیم که جهت میدان مغناطیسی زمین در طول زمان زمین شناسی مدام تغییر کرده. یکی از شاید اول سرنخ‌ها رو باستان سنجی و باستان شناسی در این مورد به ما داد، اونم به این ترتیب که یک حالا دانشجوی متوجه و با دقت باستان شناسی یا شاید باستان سنجی من متوجه شد که در یک محلی که در دوره پیش از تاریخ آتش درست می‌کردن، سنگ‌ها رو قرار داده بودن، اومد البته با اندازه‌گیری مغناطیس تک تک این سنگ‌های کنار هم قرار داده بودن، متوجه شد که این سنگ‌ها دارن یک میدان مغناطیسی منظم رو نشون میدن. از طرف دیگه اینطور نمیتونسته باشه که این باستانیان سنگ‌ها رو اومده باشن بر اساس میدان مغناطیسیشون از جاهای مختلف برداشته باشن، بر اساس جهت میدان مغناطیسی مرتب گذاشته باشن که بعدا میخواد روش آتیش روشن کنن، مثلا کبابی درست کنن. اینها روی که در حقیقت مطالعه کردن و چیزی که دیگری که متوجه شدن این بود که این حالا ببینید بخش قرمز داره جهت میدان مغناطیسی امروز زمین رو نشون میده، بخش قرمز این حروباها داره میدان مغناطیسی زمان گرم شدن این سنگ ها رو نشون میده. میبینه که جهت میدان مغناطیسی این سنگ ها در حقیقت متضاد جهت میدان مغناطیسی امروزی زمین است. با مطالعاتی که انجام میدن میبینن که وقتی که این آتش توی این سنگ ها توی در حقیقت بخش درست میکردن، دما انقدر بالا رفته که سنگ ها البته ذوب نشدن، ولی انقدر بالا رفته که رسیده به یک دمایی که اسلام به دمای کوری بهش معروف هست، دمای حالا دانشمندی که نامش کوری بوده، و توی این دما میدان مغناطیسی همجهت میشه با میدان مغناطیسی زمین زمانی که آتش درست شده. بنابراین و بعد از خاموش شدن آتش این میدان حفظ میشه در سنگ ها. بنابراین اومدن متوجه شدن که میدان مغناطیسی زمین تغییر کرده، یعنی مانند میدان جهت میدان مغناطیسی امروزی نبوده. این کمکی بوده که باستان سنجی و باستان شناسی در حقیقت کرده به علم فیزیک و علم زمین که ما امروز بعدا مطالعات بیشتری انجام دادن که مثلا توی 50 توی مثلا 3 میلیون سال گذشته 10 بار میدان مغناطیس زمین جهتش رو تغییر داده. و خیلی کوتاه چند تا مثال از ایران، کارهایی که اکثرا خود ما با همکارانمون انجام دادیم، یکی دو تا از کارهای دیگران. یکی از کارهایی که در واقع پروژه‌ای که در حال انجام هست
پروژه هست که بهش میگیم پروژه پیمایش در جیوفت. در حقیقت همونطور که قبلا هم دوستان توضیح دادن در بین النهرین همونطور که ملاحظه می‌کنید در یک منطقه تخبی قرار گرفته، یعنی جایی که منابع زمینی منابع سنگی بسیار کم هستند تا کیلومترها. در این حال تمدن‌های میان رودان یا بین النهرین جو تشکیل شدن و مواد در حقیقت اشیاء بسیار میتونیم بگیم امروز شگفت‌انگیزی داشتن از مواد مختلف از جمله سنگ‌ها. از جمله چه سنگ‌هایی داشتن؟ سنگ‌های سیاه رنگی که بسیار براق بودن، حالا دیوریت و گابرو. اینکه اینها از کجا اومدن هنوز یک سوال هست. غیر از اون سنگ‌های دیگری هم بودن، سنگ صابون مثلا که باز تو این منطقه وجود نداره، ولی اشیایی که دیده شده مشابه اشیایی که در جیرفت یافت شده. خب پروژه‌ای که تعریف شد با همکاران آلمانی و ایرانی این بود که ما بیایم در جنوب منطقه جیرفت دنبال منابع سنگی احتمالی بگردیم که در حقیقت ممکنه که از طریق حتی خلیج فارس از طریق دریا خودشون رو رسونده باشن، یعنی به وسیله این مردم رسیده شده بشه به منطقه بین‌النهرین و سومر. اینجا از این نظر به خصوص مهم هست که منابع افیولیتی قابل توجهی داریم که همین نوع سنگ ها رو داره ما از این و همینطور منابع سنگ صابونی. در منابع در حقیقت در متون خط میخی بین النهرین اشاره شده که گاهی در بعضی از اینها اشاره شده که این مواد از راه دریا میان. اینجا منطقه خوبی میتونسته باشه که در حقیقت کنار ساحل حرکت کنن و از طریق دریا این مواد رو به بین النهرین برسونن و به شکل اولیه مواد اولیه مناسبی هم داره که ما داریم روش کار میکنیم که توسط همکارانمون انجام شده، جناب پروفسور بربریان، استاد ملی شمیزادی، جناب دکتر نوکنده و جناب دکتر جمالی برای مطالعات زلزله لرزش شناسی و همینطور تکتونیک یک محوطه باستانی در سیرک هست. باز این جنبه دیگه یه که میتونه به مطالعات باستان شناسی بسیار کمک کنه و از طرف دیگه به مطالعات زمین شناسی کمک کنه، یعنی ما با در حقیقت مپ کردن و نقشه برداری کردن این ساختارها در محوطه باستانی بتونیم دوره‌های برگشت زلزله رو مثلا محاسبه کنیم که باز برای خودش یک تخصصی هست. مثالی که میخوام یه مقدار بیشتر روش صحبت کنم مثالی هست مربوط به در حقیقت مشکل غرق در دنیای باستان. همونطور که میدونید در حقیقت ما حالا یکی از دورانهای باستانی رو اسمش گذاشتن دوره مفرق یا برونز ایج. خب مفرق و برونز از چی تشکیل میشه؟ یک آلیاژی هست از مس و قرد. حالا قرد به دلیل اونجا ملاحظه میکنید این برنج هست، این مس هست و این قرد. مفرق به دلیل خصوصیات دیداری و همینطور فنی که داشته مورد توجه باستانیان بوده. حالا سوالی که هست اینه که سوال بزرگی که هست اینه که این مفرق در حدود خدمت شما میگم که هزاره سوم پیش از میلاد اینجا به نظر فراوان ظاهر میشه توی سایت های باستانی، ولی مورد کسی که منابع قرد تا کیلومترها دور هست و اینجا وجود نداره مثل مثلا تایلند، کورنوال انگلستان و به خصوص اینکه در اون زمان این مناطق تمدن خاصی از این نظر نداشتن. چرا این هم مثلا در ایران میبینید، در بین النهرین میبینید، در بخشی از ترکیه این روها رو میبینید، چرا اینجا به این مقدار فراوان اینها ظاهر شدن؟ حالا جالبیش اینجاست که بسیاری از منابع در حقیقت خط میخی همون بین النهرین اشاره میکنن که این قلبشون از شرق میومده، از شوش میومده یا مناطق غربی امروزی ایران، و اون منابع اولیه فقط مفرق رو میشناختن، یعنی شاید قلب رو هم نمیشناختن، یعنی به این ترتیب که اون کانسنگ که استفاده میشده به طور طبیعی مخصوصی بوده از مس و قلب. در لرستان ایران هم باز مقدار زیادی از اشیاء مفرقی رو داریم با اشکال بسیار خلاقانه که تقریبا محدود به همین منطقه فقط هست، باز از قلب، یعنی تا
تونهای یعنی مقادیر بسیار بسیار زیادی که باز منشأ قدرشون پیدا نبود. خدمت شما عرض کنم که دیگه از اینها صرف نظر میکنم. حالا یک زمینشناس آقای دکتر مومنزاده اومد روی این دقیقت متمرکز شد و اومد فکر کرد که خب ما چطور ممکنه این همه قدر داشته باشیم ولی منبع در حقیقت زمینشناسیش نباشه. حالا این اتفاق رو به من دادن که روی این منطقه کار کنم. اومدیم دیدیم که یک جایی هست که کار قدیمی داره و آثار اولیه قرن هم داره. اومدیم روی بیشتر کار کردیم. همونطور که می‌دونید ایران جزئی از منطقه کوسه‌های فلزی آلمانیا است. منابع از نظر منابع مدنی بسیار غنی هست. اینجا در بخش شمالی سنندج تیرجان جایی که سنگ‌ها بیشتر از اون دگرگونی هستن ولی توده‌های نفوذ یعنی سنگ‌های آذرین در اینها آذرین درونی در اون نفوذ کردن ما چی پیدا کردیم؟ این کنده‌کاری‌های قدیمی رو که به صورت فرورفتگی‌های بعضاً بسیار بزرگی هستن با قطر بیش از 10 متر و گاهی اینا به صورت ردیفی کنار هم قرار گرفتن. ببینید اینجا یکی از اینا رو ببینید، یه آدم اینجا، نه یه آدم اینجا چیو؟ این پایین پیدا نیست؟ آه من فکر کردم این اینجا پیدا میشه ببخشید بستنید. خب خدمت شما عرض کنم در باز توی همین منطقه ما تونستیم در حقیقت یه سری چکش‌های سنگی توی خود این کنده‌کاری ها پیدا کنیم به اضافه یه سری سنگ‌ساز که مرتبط با کانیسازی بود، یعنی در حقیقت توش ماده معدنی رو سابیده بودن. نقشه زمین‌شناسی یه جور تعریف کردیم، کانی‌شناسیش رو بررسی کردیم، حالا از کانی‌هایی که داشت، حالا انواع ارسنیک، ارسنوپیریت، کاسیتریت، اکسید قرد هست، کانی مس، مس طبیعی حتی، کانی‌های در از تنگستن و کانی‌های متنوع دیگه. ژئوشیمی اینجا بررسی کردیم، ببینید که قردش تا بیش از 6% میرسه، مس تا 10% ارسنیک بالا و مقادیر قابل توجه از عناصر دیگه. اومدیم برنزهای درستان رو هم بررسی کردیم با روش‌های آنالیزی، اینها هم همینطور مس و قرد رو بالا هست، به اضافه که مقدار قرد درشون به صورت در حقیقت رندوم و اتفاقی تغییر میکنه، یعنی یه مقدار مشخصی نیست، به این دلیل که به نظر میرسه که اینا کنترلی روی مقدار قردی که اضافه شده نداشتن، یعنی یکی از این میتونه شاهدی باشه برای اینکه این قرده به صورت طبیعی در کنار مس وجود داشته. ایزوتوپی صبح انجام دادیم روی برنزهای دورستان و همینطور از داده های دیگران استفاده کردیم. اینجا ببینید به حسین کانسنگ به حسین اینجا هست و البته ما اینجا ببینید فاصله ها رو خیلی زیاد کردیم برای اینکه نقطه ها پیدا باشن، یعنی همه روی هم خیلی هاشون رو هم پوشانی داشتن. باز می‌بینیم که در حقیقت انطباق خوبی دارد کانسنگ ده حسین با بسیاری از برنزهایی که توی منطقه وجود داره، یعنی دورستان، میان رودان و حتی منطقه جنوب خلیج فارس، یعنی اونهایی که توی امارات متحده عربی سایت‌هایی که همزمانن اونجا قرار دارن و حتی تو بلغارستان. بخوام برسیم به یک نتیجه گیری، کانسنگ که توی ده حسین هست در حقیقت مس و قرب رو با هم داره، تطابق خوب ایزوتوپی سرب و همینطور تطابق خوب در حقیقت الگوی عناصر کمیاب رو با بسیاری از اشیاء باستانی مفرقی نشون میده. از نظر زمانی باز ما اونجور تعیین سن انجام دادیم، حداقل 2002 پیش از میلاد رو نشون میده. منابع متنی بین النهرین خط میخی از جمله کانش نشون میدن که منابعشون از شرق میاد. خدمت شما عرض کنم که از نظر جغرافیایی این منطقه بسیار نزدیک به بین النهرین و لرستان هست. خدمت شما عرض کنم که حالا یه سری شواهد دیگه هم هست که از مصرف نظر می‌کنم به دلیل زیر وقت و حالا چیز دیگه که جالب هست اینه که از نظر زمین شناسی ما مدعی نیستیم که ده حسین تمام مفرق دوران باستان رو تعمیر می‌کرده، بلکه این سرنخی هست. از نظر زمین شناسی این منطقه که ما روش کار کردیم بسیار مستعد هست برای داشتن همچین کانیسازی هایی و احیانا همچین معادن باستانی که شاید هنوز ما پیدا نکردیم، چون ده حسین رو هم ما اخیرا پیدا کردیم. و در نهایت باز تاکید میکنم روی ارتباطی که بین مطالعه مواد باستانی هست و سایر علومی که میتونن کمک کنن که به باستان سنجی. از توجه شما متشکرم.
بسیار سپاسگزاریم از سخنرانی زیبای دکتر نظافتی. اگر دانشجویانی بودن که حضور نداشتن، خب که گفت ضرر خیلی بزرگ کردن که یک تدریسی به این شیمایی رو از دست دادن که به بهترین وقت در درجه اول آسمان سنجی و در درجه دوم جیوساینس رو در آسمان سنجی تفهیم میکرد و بحث آرکومتالوژی رو من خودم شخصا میگم. من اینجا تفاوت جیوساینس و جیولوژی رو اینجا من یاد گرفتم. من خودم این رو صادقانه اعتراف میکنم. خب من متأسفانه نمیتونم اجازه بدم برای پرسش و پاسخ برای تی تایم فقط بسیار خب پس تی تایم بمونه واسه من. کسی سوالی داره؟ آقای شهر سرد دست بسیار خب کسی سوالی نداره؟ آقای دکتر امامی اکسیدی هست، ولی اینجا پاراجنز مناسبی داره با کانیون سولفیدی، سولفیدی مس. یعنی اینجا دیگه گستره وسیعی داریم از انواع کانی سازی. یعنی اکسونوپیریت هم جوی در کنارش دارید. نه، جالبیش اینجا که توی دورهای قدیمی‌تر خیلی وقت رو بشنوه هم همینطوره. یعنی کنار اون معدنکاری وسیع ما هیچ تا حالا هیچ سایت سرباره، سایت فلسکاری پیدا نکردیم. نمازی که چیزای جالب هست. البته یعنی سایت کنارش پیدا کردیم، سایت فراوری بوده. یعنی خورد میکردن. ولی اینکه بعدا کجا ذوبش میکردن ما هنوز پیدا نکردیم. شاید هم یه جایی هم برا باشه پیدا نشد. یا یعنی اینکه توی دره ها کار میکردن شسته بود. ولی در مورد سوالتون شاید یعنی اینطوری به نظر میاد که به صورت اولی یک جایی مثل دوسیم که در حقیقت یک معدن پلیمتال بوده، چند فلزی بوده. اینجا مس و قرد در کنار هم بودن. احیانا دنبال مس و قرد و ارسنیک، چون قبل از اون برونز ارسنیکی استفاده میکردن، اینو به حساب ارسنیک و مسش رفتن بشن در آوردن و دیدن محصولشون مشخصاتش فرق داره. اولش این محصول رو در حقیقت استخراج میکردن، استحصال میکردن، صادر میکردن و اولش هم چون توی متون بین النهرین هم همونطور که عرض کردم اوائلش نمیدونستن، میگفتن آقا حالا کلمه این دست من الان یادم نیست چیه، ولی میگفتن که اما برونز رو بیار، محدودش رو میگرفتن، یعنی آلیاژ. بعدها اومدن متوجه شدن که نه، این باید ببینیم چی توشه که این محصول حالا با کیفیت بهتر میده. احتمالا بعدا رفتن دنبال قرش، چون تو هم اطراف همین ها کانیه پلاسری قرد هم هست و بعد توی سایت های یه ذره بعدتر مثل توی امارات ببینیم که مثل حالت حلقه های قرقی هست، مثل شمش، یعنی ولی یکمی دیرتره. بله نه چون که ما فلز ما کانسنگ کار کردیم، فلز زیادی آره ها توی لرستان. بله میتونه آره میتونه، فقط چیزی که هست میگه آره اینم هست، اینم هست واقعیتش. ولی من فقط یعنی روی نمونه‌های خودم تکیه نکردم، نمونه‌های دیگران، ولی تمام دیگرانی که گزارش کردن شاید به اینم توجه نکردن یا در واقع ذکری نکردن که چیزی که گزارش کردن اینه که مقدار قرب توی به خصوص
اشیاء اولیه متغیر، یعنی اینطوری نبود که بگه آقا مثلا هر کدوم یه حبه قلب انداز که محصولی که در میاد یک نواخ باشه، توی این 100% نیست، مثلا 2%، 5%، 10% این حبه قلب رو بنداز و یکسان میشده دیگه نتیجه. ولی چون متفاوته توزیع قلب در اشیاء، یک از نتایجی که گرفتن اینه که احتمالا این توی کانسپت چون متغیر بود اونجا متغیر شد.